پانوراما زنده از امام حسین تیوی در کربلا. سلام بر شما، وقتتون بخیر. میلاد هفتمین معصوم و پنجمین جانشین پیامبر خاتم الانبیا حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت یکایک شما بینندگان و مخاطبان شبکه امام حسین علیه السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. مناسبت شهادت و میلاد خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام بهترین فرصت برای بازخوانی میراث معنوی و فکری ایشان است. به مناسبت میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام این برنامه پانوراما را به مروری بر برکات فکری و علمی آن پیشوای گفتگو و مدارا و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام اختصاص داده ایم. از آنجا که دوران کودکی امام باقر علیه السلام همزمان با رنج و غم به جا مانده از واقعه کربلا و در کشاکش رنج و فشار و ظلمی بود که حاکمان اموی به پدر و پدر بزرگ و مجموعه شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام روا می داشتند، ساختار شخصیتی و بنای فکری و معنوی آن حضرت از صبوری و پختگی و عمق خاصی برخوردار شد. از این جهت که امام باقر علیه السلام در کودکی شاهد مصائب کربلا بوده است و دوران فشار خلفای خونریز و ظالم اموی بر پدر بزرگوارش را با تمام وجود درک نمود، لذا روش مبارزه فکری و علمی و تربیت شاگردان و شیعیان مروج معارف اهل بیت علیهم السلام را برگزید. فشار حکام بنی امیه بر اهل بیت علیهم السلام مانع از گسترش فعالیت‌های علمی و فکری امام باقر علیه السلام نشد و در فرصت کوتاه و استثنایی خلافت عمر ابن عبدالعزیز بود که با اندک گشایش ایجاد شده شاهد رشد بیش از پیش فعالیت‌های علمی امام باقر علیه السلام بودیم. فقه امامیه و تفسیر و اخلاق و کلام اسلامی در دوره حضرت امام محمد باقر علیه السلام شاهد رونق و شکوفایی چشمگیری بود که بعداً توسط حضرت امام صادق علیه السلام کاملتر و غنیتر شد. مکتب و مدرسه آن حضرت در مدینه منوره بزرگترین مرکز علمی معتبر عصر خود و پذیرای شاگردان فراوانی از اقصا نقاط عالم بود. تشنگان دانش و معرفت از چهار گوشه عالم به مدینه می آمدند تا پرسش‌های خود را از آن حضرت مطرح و پاسخ بگیرند و این مراودات و گفتگوها اولین سنگ بنای دانش و معرفت الهیاتی بر مبنای تعامل استاد و شاگرد شد که حتی به خارج از شبه جزیره عرب نیز سرایت کرد. ویژگی برجسته مکتب فکری امام باقر علیه السلام و در تداوم ایشان امام صادق علیه السلام این بود که در کنار آموزش فقه و تفسیر و اخلاق و همزمان با شبکه سازی جهت ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام نوعی تمرین و آموزش عملی گفتگو و مدارا نیز صورت بندی می فرمودند. مشی مداراگرانه در برخورد منطقی و عقلانی و در عین حال صبورانه و اخلاقی حتی با ملحدین و منکرین خدا و با تکیه بر لوازم و مقدمات ضروری گفتگو و احترام به مخاطب و ادب شنیدن نظرات گوناگون مهمترین عامل جذب مخاطبان ایشان به اسلام و حقیقت معارف اهل بیت علیهم السلام بود. درست از اینجا بود که حاکمان اموی از فعالیت‌های آن حضرت احساس خطر کردند و فشار و تضییقات بر کرسی تدریس و فعالیت‌های فکری ایشان را افزایش دادند و تا آنجا پیش رفتند که آن حضرت را به شهادت رساندند. مجموعه بی‌نظیر و تاریخی مناظرات حضرت امام محمد باقر علیه السلام خود سند آشکاری بر فرهنگ‌سازی در زمینه گفتگو و مدارا است. مناظره مشهور امام باقر علیه السلام با اسقف مسیحیان و مناظره با هشام ابن عبدالملک و نافع ابن ازرق و حسن بصری و دیگران از ماندگارترین این مناظرات است که بخش‌هایی از گفتگوهای دو سوی مناظرات در کتب تاریخی ثبت و ضبط شده است. دوره امامت پنجمین وصی الهی مصادف با شکل گیری اولین جریانات انحرافی درون شیعی نیز بود. ادعی دور برادر ایشان زید ابن علی ابن الحسین را گرفتند و مدعی امامت او شدند، اما علاوه بر نصوص صریح حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله بر امامت امام باقر علیه السلام، برتری فکری و معنوی و اخلاقی ایشان نیز برای اهل خرد
تفاوت را به اندازه‌ای محسوس و آشکار می‌نمود که جای تردیدی باقی نمی‌ماند. اما در این حال حضرت به مقابله فکری و اقامه استدلال و گفتگو با منحرفین می‌پرداختند. میراث فکری و معنوی امام محمد باقر علیه السلام گنجی ابدی و پایان ناپذیر اسلام علوی برای بشریت است و به ویژه آن که آن حضرت بی تردید پیشوای گفتگو و مدارا و نشر معارف حق اهل بیت علیهم السلام به عقلانی ترین وجه آن بود. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، در پانورامای امشب جناب آیت الله شیخ علیرضا سنجری عراقی، کارشناس دینی ساکن جنوب شرق آسیا، و جناب آیت الله محمد حسین اکبر، کارشناس دینی از لاهور همراه ما هستند. شما نیز با ما بمانید. میهمانان محترم شبکه امام حسین علیه السلام، جناب آیت الله سنجری و جناب آیت الله اکبر، سلام علیکم، وقتتون بخیر، اسعد الله ایامکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات، فضل الله ایامکم. متشکرم. جناب آیت الله سنجری، شما نیز با ما هستید. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم با سعادت امام همام ابی جعفر محمد ابن علی بن الباقر علیه السلام را خدمت جناب عالی مهمان گرانقدر برنامه و همه بینندگان و دستندرکاران عرض تبریک و تهنیت دارم. احسنتم. اولین پرسش را از جناب آیت الله سنجری آغاز میکنم. امام باقر علیه السلام پیشوای گفتگو و مدارا معرفی شده اند. چگونه میتوان به این مرحله رسید که بدون توهین و تحقیر با همه افراد فارغ از مذهب و عقیدهشان با احترام و مدارا گفتگو شود؟ ببینید، در زمان امام باقر اوج انحرافات عقیدتی و فقهی، یکی از وظایفی را که امام بر خود واجب دانستند انحرافات، اما نه برخورد فیزیکی که به دوستانشون و فداییانشون در کوفه و در بصره و در مدینه بگویند مثلا فلان آقایی که القاء شبهه کرده است یا این بدعت را گذاشته است او را مخفیانه ترور کنید و به قتل برسانید. با چند مشکل اساسی امام باقر روبرو بودن که همه اینها را با راکرده‌های علمی و برخورده‌های اخلاقی و عالمانه حل کردن. یکی از مشکلات انحرافات به وجود آمده از ناحیه قلات بود. فردی بود به نام مغیره بجلی که او ادعا می کرد نایب امام است، که طایفه مغیریه را هم ایشان تأسیس کرد و بعد ادعا کرد که امام باقر خداست و من فرستاده او هستم و پیغمبر او هستم. خب امام تا اونجایی که توانست با او با بحث و با کسانی که به او پیوسته بودن با بحث و با گفتگو سر کرد اونها را قانع کند و از این راه اونها را منصرف کند، ولی اونها چون به علت شبهه به این مطلب نرسیدن، شبهه اونها رو وادار به این حرفا نکردن، بلکه اونها دنبال مقام بودن و دنبال دنیا بودن، لذا این حرفا را بهش اعتنا نمی کردن به فرمایشات امام. و در آخر هم امام با ابراز بیزاری از اونها مسئله را پایان داد. مسئله قلات بود و بعد مسئله بدعتگزاران فقهی بود، یعنی یک انقلاب بدعتگزاری از ناحیه فقهای مدینه و فقهای کوفه و فقهای بصره به وجود آمده بود، از جمله ابو حنیفه
که با سپر و با سلاح قیاس به میدان آمده بود. امام بسیار تلاش کردن، شاگردان را توجیه کردن، با ابو حنیفه بحث کردن، شاگردان با ابو حنیفه بحث کردن، به شدت امام برحذر داشتن از اتباع قیاس، فرمودن ایاک و متابعت القیاس، ایاک و اصحاب القیاس. کسانی را نفرستادن در کوفه با اینکه دوستان و فدائیان داشتن که ابو حنیفه را به عنوان یک فتنه‌گر بدعت‌گذار او را ترور کنن و او را بکشن، بلکه با بحث‌های علمی توسط شاگردانشون و توسط خودشون سعی کردن این فتنه را از بین ببرن. بله جناب آقای سنجری، جناب آقای سنجری، همینطور که فرمودید امام باقر علیه السلام در رویارویی با گروه‌ها و فرقه‌های مختلف دور از خشونت بودند و بدون توهین و تحقیر صحبت می‌کردند، گفتگو می‌کردند، مناظره می‌فرمودند. سوال من مشخصاً این هست که چگونه می‌توان به این مرحله رسید؟ جامعه امروز ما چه کار باید بکنه؟ حلقه مفقوده جامعه امروز چیست که به این مرحله برسه؟ ما متأسفانه در این روزها خیلی انگوش شمار برخوردار هستیم از عالمان واقعی که مسلح به سلاح علم هستند. الان حوزه های علمی ما دچار فقد و فقدان علمی است به خاطر اشتغالات به مسائل سیاسی و به مسائل اجرایی و عتشی که در بعضی از علما و بعضی از طلاب هست برای اخذ مناصب دولتی و رسیدن به دنیا. دیگه علم رها شده است. ما دیگه نمیتوانیم اون راهی را که امام باقر علیه السلام ارائه فرمودن به شاگردانشون پی کنیم، به خاطر اینکه دچار فقدان علمی هستیم و دچار مشکلات علمی هستیم. جناب آقای سنجری، بالاخره الان هستند دانشجویانی که و طلاب علوم دینی که خواهان این مسیر هستند و دوست دارند که الگو بگیرند از حضرت امام باقر علیه السلام و دیگر اهل بیت علیهم السلام. اینطور نیست که هیچ کسی در این زمینه باقی نمانده باشه. حسنا، میخوام همین رو عرض کنم، همین در ادامه و تایید فرمان شما، تبعیت از علماء راستین و فقهاء راستین آل محمد تنها راه این است. بله. که احیا بشه فقه امام، احیا بشه اخلاق امام، احیا بشه روش زندگی امام و تعلیمات امام. همین است. درود بر شما. بله، متشکرم. با شما خواهیم بود در پارت بعدی. سوال بعد رو از جناب آیت الله اکبر میپرسم. مناظره ها و سیره گفتگو و مدارای امام باقر علیه السلام چه درسی برای جامعه امروزی به ویژه دانشجویان و طلاب علوم دینی دارد؟ اعوذ بالله من الشیطان اللجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من روزی تولد حضرت امام باقر علیه السلام را و تمام محبان اهل بیت علیه السلام و در خدمت حضرت امام عصر امام زمان علیه السلام تقدیم عرض می کنم. احسنتم. روزی تولد باقر علیه السلام باید ما از این یوم خاص که من ایام الله، از ایام خداوند متعال است، باید درس بگیریم. حضرت امام محمد باقر علیه السلام از ائمه معصومین که منصوص من الله هستند و راجع به امامت ایشون حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خودشون معرفی فرموده بودند. حضرت امام حضرت جابر ابن عبدالله انصاری وقتی که سوال میکرد که و من خلفاءک من بعدی یا رسول الله، بعد از شما خلفاء شما کی هستند؟ فرمودن علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین ابن علی، ثم علی ابن الحسین، ثم الباقر. وقتی که حضرت اسم حضرت محمد باقر علیه السلام را فرمودن، چیزی هم گفتن که شما خدمت ایشون خواهد رسید، وقتی که خدمت ایشون باشی سلام ما را برسونید دیگه. این برای حضرت جابر هم یک اعزاز بود یا عظمت بود که امین سلام رسول خدا صلی الله علیه وسلم شد و این امانت را در خدمت حضرت امام باقر علیه السلام رسوند. همینطور که فرمودی در این زمان که حضرت امام محمد باقر علیه السلام زندگی میکرد، بنی امیه و بنی عباسیه هر دو تا با هم جنگیدن برای حصول اقتدار. از طرف اهل بیت هر یکمی یعنی منحرف شدن و
از این فرصت هر دو امام، حضرت امام صادق علیه السلام و حضرت امام محمد باقر علیه السلام استفاده می کردن و در تبلیغ و در رواج علوم محمد علی محمد علیه السلام شبانه روز مصروف شدن، مشغول شدن و تعلیمات اسلام که یک کمی گم شده بود ایشون را معرفی کردن. حضرت امام محمد باقر علیه السلام هم امین علوم محمد و آل محمد علوم الهی و راسخون فی العلم بودن که مردم هم به طرف ایشون متوجه شدن راجع به مسائل حاضر و مسائل بعدی، سوالشون کردن که امام علیه السلام بهشون جواب دادن که ما افتخار ما هست که ما امروز هم هرچی داریم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام و فرمودات حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. لذا ما میتونیم که امروز هرچی باید بگیم، از علوم تفسیر باشد، علوم حدیث باشد، از علوم طب باشد، از علوم جهان باشد، امام علیه السلام هرچی فرمودن و درس دادن باید درس را یاد بگیریم و عمل میکنیم. یکی از دروس ایشون که در اون زمان قیصر روم که نامه نوشته بود برای حاکم بنی عباسی امیه عبدالملک بن مروان که هرچی ما میگه باید بپذیرید و الا در سکه های رائج الوقت و این استقناس که موقع داریم باید بر اون برای رسول و پیامبر شما فحش بنویسیم که شما نمیتونی چیزی کار بکنیم. وقتی که این پیام را رسید، دید، متفکر شد، ناراحت شد، از علما، از متفکرین، از عمایدین مجلس خودشون سوال میکرد که حل این مشکل چیه؟ هیچ کس نتونسته که جواب بده. بعدم کسی گفت که یکی از شخصیت های خانواده رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم در مدینه هستن، حضرت امام محمد باقر علیه السلام حتما جواب این مشکل پیش ایشون است. کسی را فرستاد مدینه و گفت که حضرت باقر علیه السلام را درخواست کنید که تو شام بیاد. امام علیه السلام برای حل مشکل که وقت تشریف آوردن، این مشکل را تقدیم شد، فرمود که مشکل نیست دیگه، فرمود سفیر قیصر را باید اسیر کنید و اوزان اسکان و چیزها را معین فرموده بودن، وزن مثلا دینار این کاده، وزن اشرفی این کاده، باید طلا اینجوری باشه، نقره اینجوری باشه، هر چی معین فرمود و بعدا مشغول شدن که باید سکه ها را درست کنند. وقتی که کثیر تعداد درست شده بود و اسم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شد و نقش شد، بعد از فرمود که الان این سفیر قیصر را، سفیر روم را آزاد کنید و پیام بفرستید که از روز امروز سکه های شما در داخل حکومت اسلامی ممنوع استعمال شده است، شما نمیتونید چیز کاری بکنید. وقتی که این خبر قیصر روم رسید، ناراحت شد، گفت این کی بود که این فکر را داده بود، ولی این را که من میشناسم کسی نیست که جور فکر داشته باشد. گفتند که یکی شخصیت های خانواده اهل بیت اطهار علیه السلام را از مدینه تلبیده بودند، تشریف آوردند که اسم محمد باقر، اینها این سفارش فرمودند و این پیشنهاد دادند که این چیز شد. گفت بله، این کار میتونه فقط ولی خدا میتونه بکنه یا نبی خدا میتونه. اینجوری امام باقر علیه السلام استعمار اون وقت را شکست داد و از اون روز این سکه اسلامی راج وقت شد و برای ما سبق درس. امروز هم اگر ما میتونیم در مقابل دلار، در مقابل اسکناس جهانی، باید به استعمال سکه اسلامی خود را داشته باشیم، دلار اسلامی داشته باشیم، دینار اسلامی داشته باشیم و این اسکناس کفار را ممنوع الاستعمال قرار بدیم. ما میتونیم برپای خودشون اقتصاد خودمون را هم باید بیستادیم و مستحکم بکنیم و لذا همین راه داریم که شر دشمنان اسلام که امروز در پای مسلمانان هستن باید نجات بگیریم. این یکی از عملهای امام محمد باقر علیه السلام است که ما داده شده. همینطوری که در احسنتون متشکرم از شما جناب آیت الله اکبر، در ادامه با شما خواهیم بود. جناب آقای سنجری، در مناظره ها و گفتگوهای امام باقر علیه السلام با دیگران به ادب شنیدن نظرات مختلف، حتی ملحدین و منکرین خدای متعال، اشاره شده که با ملایمت و منطق امام باقر علیه السلام می شنیدند. بفرمایید که این رفتار چه پیامی برای جامعه امروز ما دارد؟
شاید یکی از سخت‌ترین مناظره‌هایی که سرتاسر مملو و از توهین و اهانت بود، مناظره و بحثی بود که مردی از خوارج با عده‌ای از اصحاب خدمت امام باقر علیه السلام رسیدن و شروع کردن به اهانت و توهین کردن به مولایمون امیرالمومنین علی علیه السلام و او را العیاذ بالله ظالم و کافر معرفی کردن. ببینید برخورد امام چگونه بوده است. این را هم علمای اهل سنت ضبط کردن. بسیاری از علمای اهل سنت از ذهبی گرفته، از ابن حجر عسقلانی گرفته، از ابن حجر هیثمی گرفته، حتی از ابن تیمیه گرفته، از ابن ابی الحدید گرفته، همشون اعتراف دارن به فضل و منش اخلاقی امام باقر علیه السلام. این مرد خوارج وقتی توهیناش تمام شد، امام با صبر و حوصله شروع کردن به شمردن فضائل معروف امیرالمؤمنین علیه السلام و بعد از بیان فضائل اثبات کردن که در علی ظلمی نیست، در علی کفری نیست، علی ایمان محض است، علی حقیقت ایمان است، علی اصل ایمان است. و اون اعترافی که کرد آخر گفت الله یعلم حیث یجعل رسالته. بله، خداوند به رسالت خاندانی قرار بدن. اون مرد خوارجی که با اون کینه و با اون عداوت آمده بود، با این گونه اعتراف به فضائل اهل بیت از خانه امام باقر خارج شد. و امام اینجوری نبود که حالا فقط به حرف بزرگان مثلا از اهل علم توجه کنند. حتی افراد خیلی عادی می آمدن از امام سوال می کردن آقا خدا از چه زمانی موجود شد؟ بله، می گفتن آقا دنبال این چه سوالی می کنی؟ خیلی با حوصله می شستن، با روی گشاده جواب میدادن که آقا خداوند که مسبوق به عدم نیست، خداوند همواره بوده است. اینکه به کسی بگیم از چه زمانی بوده است مال کسی است که قبلا درش نیستی بوده، خداوند که همیشه بوده است. یا میآمدن سوال میکردن آقا ید الله که در قرآن هست معنیش چیز؟ مگه خداوند دست داره؟ ما رفتیم در بحث کلامی مثلا علمای اهل سنت شرکت کردیم، اونها دارن میگن خداوند دست داره، پا داره. خیلی با حوصله و با صبر میفرمودن که توضیح میدادن ایت مثلا کنایه از عظمت است، کنایه از قدرت خداوند است. این گونه برخورد میکردن. ما هیچ در سراسر مناظرات امام به گفتگوهای امام هیچ رد پایی از خشونت ندیدیم. در زمان مروانیان مثل ولید ابن عبدالملک، مثل سلیمان ابن عبدالملک و حتی یزید ابن عبدالملک، اینا بسیار افراد جسور و ستمگری بودن، ولی هیچ وقت به خودشون این جسارت را نمی دادن که به امام خواهد آنقدر امام خواهد در امام خواهد که شام ابن عبدالملک یه آدم بسیار بخیل و ستمگر و بیرحمی بود که اقدام به شهادت امام کرد، ولی دیگر از مروانیان نتوانستن هیچ نقطه ضعفی از امام پیدا کنن و اون را دستاویز قرار بدن برای کوبیدن امام علیه السلام. بله جناب آقای سنجری، حالا همین نمونه هایی هم که حضرت عالی اشاره فرمودید، سوال من مشخصا این هست که اینها چه پیامی برای جامعه امروز ما دارد؟ نفی خشونت در الان زمان ما تقریبا یک شباهت خیلی زیادی به زمان امام باقر علیه السلام دارد از باب هجوم شبهات. همه جور شبهه شما ببینید الان در فضای مجازی چه خبر است. این است که با نفی خشونت، نفی تکفیر، نفی زندان، شلاق، نمیدونم اینها، بشینیم با اینها صحبت کنیم. اینها نوعا معاند دینی نیستن، اینا شبهه دارن، شبهه شون حل نشده. لذا مثلا احکام مرتد بر اینها بار نمیشود. اینها شبهه دارن تو دینشون، باید نشست با اینها با اخلاق نا جرأت کنند بیان بشینند چه یک روحانی، چه یک روحانی واقعی بدون منصب، بدون ماشین بنز، بدون میز و صندلی بشینند با هم صحبت کنند، درد و دل کنند، شبهات را رفع کنند. نفی خشونت و تواضع علما باعث می شود که ما بتوانیم راهی را که امام صادق برای ما، امام باقر علیه السلام برای ما ترسیم کرده است، این روزها بپیماییم. درود بر شما، متشکرم. جناب آقای اکبر،
با توجه به اینکه امروز اسلام اموی و عباسی اسلامی خشن با تکیه به خونریزی و تکفیر و ارهاب را به دنیا معرفی کرده است، به نظر شما چه راههایی برای بازسازی چهره اسلام نزد افکار عمومی وجود دارد؟ حتما برای ما نمونه ای که ما داریم از سیر ائمه معصومین علیهم السلام است. زمانی که حضرت امام محمد باقر علیه السلام همینطور که فرمودی که شاهد و گواه واقع کربلا بودند، بله، و راه زندان شام و سفرهای مشکلات کوفه و شام رو هم از چشم امامت دیده بودند. بعض هم وقتی که همین بنی امیه اینها را برای حل مشکل دین درخواست کردند که باید بیان و جواب این مشکل را بدن، تشریف بردن، رفتن سوریه، رفتن شام، رفتن، نگفتن که شما دشمن ما هستی، شما قاتل ما هستی، نه، دیدن که نه، این چیزی نیست، ما هر چی زحمت کشیدیم، هر چی تکلیفا دیدیم دیگه، این فقط برای اسلامه. وقتی که دشمن الان از ما کمک میطلبد و میخواد که بعد حل این مشکل اسلام را بعد جواب بدیم، تشریف بردن، هیچ حرف نگفت. حتی که اونا که سواری هم فرستاده بودن و پول هم در خواسته بودن که باید بدن، فرمودن که نه، این وظیفه ما است، وظیفه امامت ما است، ما هیچ چیزی از شما نمیخوایم مگر اینکه از مشکل اسلام هر وقتی که ما ببینیم این مشکل را حل میکنیم. لذا بدون هیچ چیز طلب اینها رفتن سوریه و این مشکل را حل کردن، که نتیجه چه ما از این میتونیم بگیریم که بعد امروز هم اگر هر کجا که اسلام مشکل داشته باشه، اسلام محمدی، اسلام راستین اهل بیت علیهم السلام را اگر کسی که میخواد که تعلیم ائمه معصومین را داغدار کند و عوض میکنه و چهرهش روشن ایشون را داغدار بکنه، باید بریم بدون هیچ مشکل، باید هم بریم و جواب اصلی را باید تقدیم کنیم و چهره نورانی اسلام محمدی را باید پیش بکنیم که ائمه معصومین علیهم السلام ما جواب داده ادم. لذا ما تجربه کردیم بین اهل تسنن، بین خوارج، ما بین نواسب هستیم دیگه، شبان روزی هستیم، با هم میشینیم، ولی جواب دشمنان را میدیم، می نویسیم و الحمدلله موفق شدیم که چهره نورانی و روشن اسلام محمدی را و اسلام اهل بیت اطهار المسلم را پیش دنیا تقدیم میکنیم. لذا از روش امام باقر علیه السلام که همینطوری از اجتماعات مکه هم استفاده می کردن، حضرت امام زین العابدین علیه السلام ایشو وصیت فرموده بودند این چند تا باغات و بستان را ما وقف کردن که هرچی از این شما چیز استفاده می کنی، پول جمع می کنی، باید برای مجلس، برای روزه پدرام امام حسین علیه السلام در بنا مجلس بذارید، روزه خونی بکنید، مردم را پیام امام حسین و پیام اسلام حقیقی برسانید. اینها جواب ما است که ما هم یک پول جمع میکنیم که برای نشر پیام آل محمد، برای نشر علوم محمد آل محمد. در این زمان هم دنیا در مشکل است، مسائل جدید را یعنی مقابله میکنه، لذا جواب میخوان و این جواب الحمدلله، الحمدلله پیش علمای بختب اهل بیت اطهار علیهم السلام وجود داره. باید جلو بیایید و جواب در این مشکلات زمان را به تقدیم کنیم که از تعلیمات باقر آل محمد، صادق آل محمد علیه السلام ما داریم، ما چیزها داریم، علوم وافره داریم، اینطور نیست که ما خواهد خالی دامن هستیم، نه، الحمدلله. لذا ما و اونان اهل بیت از تعلیمات محمد و آل محمد، بلاخص تعلیمات امام باقر علیه السلام که اصول اجتهاد را واضح کرده بودن و فرموده بودن و همینطوری دروس های حدیث را، دروس های قرآن را فرموده بودن، از تفاسیر اهل بیت، از حدیث اهل بیت، از اجتهاد اهل بیت ما استفاده میکنیم و این تمام تعلیمات و برنامه را روبروی جهان، علمای جهان امروز باید تقدیم میکنیم که باعث حل مشاکل جهان است. در این متشکرم جناب آقای اکبر، احسنتم. گرفتار شده است در این زمان، هم ما میتونیم که پیام محمد و آل محمد را و طریق احسن از تعلیمات محمد علیه تقدیم کنیم، بدون هیچ جنگ، بدون هیچ فحش، بدون هیچ، نه، به اخلاق حسن میتونیم که همینطور ائمه اهل بیت علیهم السلام با اخلاق حسن پیام قرآن و حدیث و سیرت نبی صلی الله علیه و آله رسونده بود، ما هم از استفاده میکنیم و باید تو از شبانه این شبقه تلویزیونی و از وسایل جدید هم استفاده میکنیم و باید هرچی ممکن باشه از تعلیمات محمد و از آثار محمد استفاده میکنیم،
تا گوش مردم برسه که اصل چهره نورانی اسلام چی بود، اسلام محمدی چی بود و اسلام اموی و عباسی چی بود. مردم میتونن فرق پیدا بکنن با تعلیمات محمد، اهل بیت محمد علیه السلام، میتونن استفاده کنن و حل مشاکل دنیا و آخرت را میتونن حل تلاش کنند و راه نجات را پیدا بکنن. تشکر میکنم از شما. از هر دو میهمان بزرگوار جناب آیت الله سنجری و جناب آیت الله اکبر متشکرم که دعوت شبکه امام حسین علیه السلام رو پذیرفتید. بیننده های محترم، با ادامه پانوراما در خدمت شما هستیم. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. یکی از پادشاهان بنی اسرائیل اعلام کرد که میخوام یک شهری بسازم که هیچ عیب و نقصی در اون شهر نباشه. تمام مهندسین و معمارا و کارگرا و کارگزارا و هر کسی که داشتشو آوردش توی کاخشو اعلام کرد و گفتش که یلا، سرمایه‌شو ریخت به پای اونها و گفتش که میخوام همچین شهری بسازید که احدی نتونه ازش ایراد بگیره، بگه این فلان عیبو داره. شروع کردن به ساخت. چند وقتی گذشت، شهری ساختن با بهترین امکانات و وسایل بروز اون زمان، خیلی شیک و شکیل. یک پیرمردی در اون حین اومد اون شهر رو ببینه. تمام مردم هم ریختن اون شهر رو ازش بازدید کردن و همه بهت زده گفتن که یا حسین، به قول امروزی این چه شهریه، اصلا خیلی عالیه، اصلا نمیشه هیچ عیبی ازش گرفت. پیرمردم با خونسردی رفت بازدید کرد، هیچی نگفت. رسیدن، اخبار رسید به شاه. خب چه خبر؟ گفتن همه تعجب کردن، هیچ کس نتونست ایراد بگیره. پیرمردی اومد وارد کاخ شد، گفتش که اگر جان من در امانه، من دو تا عیب از این شهر میگیرم. شاه گفتش که جانت در امانه. خیلی باور نکرده بود که بتونه ایرادی بگیره. پیرمرد گفت این دو تا عیب خیلی بزرگی داره این شهر. اون دو تا عیب اینه که اولیش سازنده این شهر، مالک این شهر میمیره و این شهر بی مالک میشه. تو که شاهی از این دنیا میری و این شهر بی مالک میشه. دومین عیبش و بزرگترین عیبش اینه که بعد از اینکه تو میمیری این شهر خراب میشه و دیگه شهری وجود نداره. تا این دوتا رو گفت، شاه به فکر فرو رفت و گفتش که اصلا آب یخی بود انگار ریخته باشن روش. گفت عجب، واقعا همچین عیب بزرگی وجود داره. گفت خب من باید چی کار بکنم؟ از اون مرد سوال کرد. گفت تو دو تا راه داری، یکی این که کاری بکنی که همیشه جوان بمونی، دومیش این که شهری بسازی که هیچ وقت خراب نشه. گفت این دو تا شهر من چجور باید بسازم؟ گفت تنها راهش اینه که تو شهر بهشتت رو بسازی، اونجاست که هم جوانی و هم همیشه موندگاره برات. اگر میخوایم کاری بکنیم مجانی انجام ندیم، همیشه با نیت باشه. این روایتی بود از امام باقر. سعی بکنیم با نیت خالص تمام کارهای روزمرمون رو با نیت انجام بدیم تا شهر دنیامون، یعنی اون دنیامون بهشت رو بسازیم. بریم سراغ سوشال مدیا. ابراهیم گفته میدونستید کبر ابریشم اگه پیله زیادی دور خودش بزنه
نمیتونه ازش خارج بشه و از قصه میمیره، امام باقر حریص رو اینجوری توصیف کردن. آستان مقدس علوی هم توییتی گذاشته، نوشته قال مولانا ابا عبدالله الصادق علیه السلام ان لعبی مناقب لیس لاحد من آبایی، همانا پدرم امام باقر علیه السلام خصلت ها و ویژگی هایی را داراست که فقط مخصوص او بود و ماننده هیچ یک از پدرانم نبوده است. نیلوفر گفته در دوران امامت امام باقر علیه السلام سرعت رشد جامعه تشیع بیش از بیش بالا رفت، در حالی که این یک دروازه جدیدی بود برای اسلام، خوف عمیقی برای دشمنان اسلام ایجاد کرد. فریدونی هم نوشته ای تبلور دانایی و ای شکافنده علوم، چه زیبا راه انتظار را با علم خود هموار کردی تا دیگر بهانه ای نباشد برای ندانستن و نفهمیدن، تا دیگر نگوییم نمیدانستیم عبادتی بالاتر از انتظار فرج در آخر از زمان نیست. آخری هم نوشته چقدر این حدیث آقامون باقر علوم رو دوست دارم، قال امام باقر علیه السلام من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم، هر کس با آنچه که میداند عمل کند، خداوند آنچه را که نمیداند به او خواهد آموخت. ممنونم که با من همراه بودید. عیدتون مبارک باشه. ادامه برنامه رو هم بیننده باشید. سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان گرامی، در خدمت شما هستیم با اخبار شیعیان در افق پانوراما. به گفته منابع رسانه‌ای ارتش پاکستان، نیروهای امنیتی پاکستان روز جمعه در یک عملیات اطلاعاتی در منطقه وزیرستان شمالی خیبر پختونخوا دو تروریست را کشتند. گفتنی است این دو نفر از سنی‌های تندروی کشته شده در بسیاری از فعالیت‌های تروریستی در منطقه از جمله کشتار هدفمند غیر نظامیان بیگناه شرکت داشتند. در ادامه ارتش پاکستان تأکید کرد نیروهای امنیتی پاکستان مصمم هستند تا خطر تروریسم را از کشور پاک کنند. در پایان گفتنی است پاکستان در سال گذشته شاهد افزایش فعالیت‌های گروه‌های سنی تروریست تحریک طالبان پاکستان به ویژه در منطقه خیبر پختونخوا و بلوچستان بوده است. یک سازمان رسانه‌ای غیر انتفاعی به رهبری زنان به نام پاس بلو از عدم دسترسی زنان در افغانستان به مراقبت‌های بهداشتی و تأثیر آن بر افزایش مرگ و میر مادران خبر داده است. این سازمان اظهار داشت در افغانستان زنان در راه رسیدن به بیمارستان یا داخل آن جان خود را از دست می‌دهند. در همین راستا این رسانه در گزارش خود تصویری از بیمارستانی در کابل منتشر کرد که چند بیمار در آن تخت مشترک دارند. در ادامه این گزارش می‌افزاید کنترل طالبان بر افغانستان میزان مرگ و میر مادران را افزایش داده است. در پایان گفتنی است افغانستان با کمبود انواع مختلف متخصصان پزشکی مواجه است و بر اساس گزارش بانک جهانی حتی قبل از اینکه بسیاری از پزشکان از کشور در سال 2021 فرار کنند، افغانستان کمترین تعداد پزشک را به ازای هر 1000 نفر در آسیا داشته است. امروز در بغداد مراسم تحویل پیکر 172 شهید حادثه انفال که اکثریت آنها کودکان شیرخوار و زن بودند، پس از تکمیل معاینات پزشکی قانونی با حضور تعدادی از شخصیت‌ها و مقامات از جمله ریاست جمهوری، بنیاد شهید، وزارت بهداشت، اقلیم کردستان و خانواده‌های شهدا برگزار شد. گفتنی است بقایای شهدا در یک گور دست جمعی در منطقه الشیخیه در صحرای سماوه در استان المصنع پیدا شده بود. شاید ذکر است رژیم گذشته عراق در حمله‌ای به کردستان که انفال نامیده بود هزاران روستای کردنشین را در اقلیم کردستان تخلیه و تخریب کرد
و موجب ناپدید شدن هزاران نفر شد. ناپدید شدگان بعدها در گورهای دست جمعی در بیابان و یا مناطق دورافتاده در جنوب و مرکز عراق دفن شده بودند یا یافت شدند. وزارت مهاجرت کانادا اعلام کرد که اولین دسته از پناهجویان افغانستانی در سال 2024 از پاکستان به کانادا منتقل شدند. این وزارت در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشت که 295 پناهجوی افغانستانی با یک پرواز چارتر از پاکستان وارد تورنتو شدند. در دو سال گذشته کانادا هزاران پناهجوی افغانستانی را از پاکستان، تاجیکستان و امارات متحده عربی به شهرهای خود منتقل کرده است. به گفته این وزارت کانادا به حفاظت و اسکان مجدد گروه‌های آسیب پذیر از جمله زنان در شرایط ناامن، اقلیت‌های مذهبی و قومی، پناهجویان روهینگیایی و مدافعان حقوق بشر ادامه خواهد داد. دیدبان حقوق بشر در گزارشی دولت هند را متهم به محدود کردن آزادی بیان و آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز کرد. به گزارش رسانه‌های محلی کشمیر، دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک مقامات هندی را به محدود کردن آزادی بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز و سایر حقوق در جامو و کشمیر که به طور غیرقانونی در سال 2023 اشغال شده است، متهم کرد. در این گزارش دیدبان حقوق بشر مدعی شد دولت مودی منتقدان و مدافعان حقوق بشر را بر اساس اتهامات جعلی تروریسم دستگیر و به قتل می‌رساند. دیدبان حقوق بشر در ادامه اعلام کرد که در زمان نخست وزیر نارندرا مودی دموکراسی هند به سمت خودکامگی حرکت کرده است و اقلیت‌ها را هدف قرار داده و آنها را سرکوب می‌کند. گروه وکلای حامی دموکراسی در سودان اعلام کردند در بمباران‌های پایتخت سودان دست کم 33 غیر نظامی کشته شدند که بیشتر این تلفات در حملات هوایی گزارش شده است. گفتنی است تعداد کشته ها در درگیری های سودان بین ارتش و شبه نظامیان نیروهای واکنش سری در حال افزایش است. گروه وکلای حامی دموکراسی روز پنجشنبه اعلام کرد آتش توپخانه ارتش 10 غیر نظامی را در یک منطقه مسکونی در خارتوم کشته است. در همین راستا ژنرال عبدالفتاح برهان فرمانده ارتش سودان توافقنامه امضا شده بین نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی و گروه‌های سیاسی را رد کرد و اظهار داشت که به جنگ 9 ماهه خود ادامه می‌دهد. خالد خیارا دستیار دبیر کل در امور خاورمیانه و آسیا و اقیانوسیه ضمن ابراز نگرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت وقایع روز پنجشنبه نشان می‌دهد که منطقه در مسیری خطرناک است که می‌تواند میلیون‌ها نفر را در یمن تحت تأثیر قرار دهد. شأن ذکر است این شورا 15 نفره یک روز پس از آن تشکیل جلسه داد که آمریکا و انگلیس با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا و هلند حملات هوایی علیه اهداف نظامی در مناطق تحت کنترل شیعیان حوثی در یمن انجام دادند. از سوی دیگر گروه شیعیان حوثی که گفته بود که کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را در همبستگی با مردم غزه هدف قرار می‌دهد، گفت که آمریکا و انگلیس بهای سنگینی برای این کار خود خواهند پرداخت. خیارا افزود ما از این شورا می‌خواهیم که به تلاش‌های خود در تعامل فعال با همه طرف‌های ذینفع ادامه دهد تا از تشدید بیشتر تنش‌های منطقه‌ای یا تضعیف صلح، امنیت و تجارت بین المللی در منطقه جلوگیری شود. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این کشور شبه نظامیان کرد در عراق و سوریه را هدف قرار داده است.
بر اساس گزارش اخبار شیعه به نقل از آناتولی، این حملات روز شنبه 13 ژانویه در منطقه پنجه قفل در شمال عراق انجام شده است. گفتنی است این حملات یک روز پس از حمله بر یک پایگاه نظامی ترکیه در عراق صورت گرفت که در پی آن 9 سرباز کشته شدند. لازم به ذکر است ترکیه اغلب حملاتی را علیه اهدافی در سوریه و عراق انجام می دهد که معتقد است به حزب کارگران کردستان یا پکک وابسته هستند. بر اساس داده‌های اولیه سازمان بهداشت جهانی 4000 مورد مرگ با وبا و 667000 مورد ابتلای این بیماری در سراسر جهان ثبت شده که نشان می‌دهد این آمار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. گفتنی است آفریقای جنوبی و هایتی در این میان بیشترین آسیب دیده‌ها گزارش شدند. در همین راستا سازمان جهانی بهداشت تجدید حیات جهانی وبا را به عنوان یک مورد اورژانسی درجه 3 دانسته که بالاترین سطح اورژانس بهداشت داخلی به حساب می آید. لازم به ذکر است شیوع این بیماری در مالاوی و هایتی به شدت مرگبار بود، به طوری که تعداد تلفات به ترتیب به 1771 و 1156 نفر رسید که بدترین شیوع در تاریخ مالاوی محسوب می شود. در پایان گفتنی است وبا یک بیماری باکتریایی است که از طریق آب و غذای آلوده منتشر می شود و باعث اسهال و استفراغ فراوان می شود. سپاس از همراهی شما با خبر پانوراما. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، یک بار دیگر میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت یکایک که شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. فرهنگ گفتگو و مدارا، بیشتر در این زمینه مطالعه کنیم، آگاه شویم و دیگران رو آگاه کنیم. تشکر از همراهیتون، دعاگو و نایب‌الوزیرتون هستم. خدا نگهدار شما. یا علی.